صلاة خير من النوم، الصلاة میکروفات نماز بامداد. یک ندایی که خیلی زیبا از مؤمنان با شنیدن این ندا برفتن به سوی نماز بامداد حرکت میکنند، با امید اینکه از طرف الله سبحانه و تعالی به مکافات های بزرگ نائل میگردند و از آن مکافات ها یکم ثابت قدم بودن در ایمان، دوم دوری و بیزاری از عمل های منافقانه. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، البته وزنین‌ترین و دشوارترین نمازها برای منافقان نماز خفتن و نماز بامداد است، و اگر می دانستند چی پاداش و مکافات بزرگ در این دو نماز پنهان است، بر روی زمین با شکم خود دراز کشیده پیش می رفتند تا در این دو نماز شرکت کنند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. سوم، داخل جنت گردد. چهارم، از آتش دوزخ نجات یابد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنی که دو نماز بردین را میخواند داخل بهشت میگردد، و کلمه بردین در این حدیث نماز بامداد و نماز عصر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب آن نماز بگذارد به آتش دوزخ داخل نمیگردد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. یعنی نماز بامداد و نماز عصر. پنجم، در یاری و مهربانی الله و حفظ او باشد. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نماز بامداد را بخواند در پناه و حمایت الله است، پس دائم نگهبان باشد که الله درباره عهد و پیمان خود با گناه بنده چیزی از شما طلب نکند، زیرا هر کس در این باره از سوی الله سرزنش و عتاب کرده شود راهی گریز ندارد، و سپس الله سبحانه و تعالی او را بر چهره اش به آتش دوزخ می اندازد. حدیث با روایت امام مسلم. ششم، بر نماز همراه آنها فرشتگان اشتراک میکنند. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فرشتگان شب و فرشتگان صبح در نماز بامداد جمع میشوند. ابی هریره رضی الله عنه گفت اگر خواهید این آیه را بخوانید که الله فرمود به درستی که در قرآن خواندن فجر فرشتگان حاضر می شوند. سوره اسراء آیه 78. هفتم، در روز قیامت با نور کامل اکرام کرده می شود. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنهایی که در تاریکی ها به سوی مسجد ها می روند با نور کامل روز قیامت بشارت بدهید. حدیث با روایت امام ابو داود. هشتم، اجر و ثواب بزرگ را به دست آورد که آن بهتر از همه چیزهای دنیا باشد. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دو رکعت نماز بامداد بهتر از دنیا و آنچه که آن دارد. حدیث با روایت امام مسلم. و این دو رکعت نفل نماز بامداد است، پس با دو رکعت فرض آن چقدر اجر و ثواب داده شود. پس تو حریص به خواندن نماز بامداد و خواندن دیگر نمازها بکن تا از عذاب نجات یافته و به جنت داخل گردی. الله سبحانه و تعالی فرمود و آنان که بر نماز خود محافظت کنندگانند این گروه انسان ها در باغ و بستان ها گرامی هستند. سوره معارج آیت 34 و 35.